از جنایت هایی که جمهوری اسلامی در مقابله با جنبش انقلابی مهسا مرتکب شد، تیراندازی های ظاهراً بی هدف که در جریانش اون گل مردم ایران بورفلک خدای رنگین کمان کشته شد، گفتن کیان پیرفلک که چی؟ گفتن که ما اول گفتن بی هدف تیراندازی کردیم، مردم گفتن همینجوری تیراندازی کردن. بعد خبر رو شنیدین دیگه، با اسم و مشخصات پدر کیان پیرفلک هفته پیش اعلام کرد که چه کسی با همدستی چه کسانی ماشینشون رو برگبار بستن و پسرش رو کشتن. خب این در کنار کتک زدن های وحشیانه مردم تو گوچه خیابون، همینجوری بارها بارها خودتون دیدین، بارها بارها شنیدیم، تو اخبار شنیدیم، فیلماشو دیدیم، ویدیوهاشو دیدیم، تو گوچه خیابون ناگهان اوباش حکومتی میریختن سر یه آبری، زن، مرد و میزدن به قصد کشت. یکی از بچه هایی که دست اوباش حکومتی افتاد محمد آریان خوشگوار بود. آریان خوشگوار 18 اردیبهشت امسال 1402 باید 18 ساله می شد. 6 روز قبل از نوروز 1402 جان داد. 4 ماه بیمارستان بود. از زخمایی که در 20 مزدور حکومت بهش زده بودن. 26 آبان 1401 تو سنندج تو کوچه بهش حمله کردن، انقدر زدنش که به حال مرگ افتاد. وقتی رهاش کردن و رفتن و به دلیل ضرباتی که مخصوصاً به سرش زده بودن کاملا از حال رفته بود، وقتی که گورشون رو گم کردن مزدوران، همسایه ها خونه های اطراف که شاهد جنایت بودن و میترسیدن بیان دخالت بکنن، بردنش بیمارستان. یکی از نزدیکان آرش خوشگوار به شبکه حقوق بشر کردستان گفت پس از جانباختن آریان، ماموران امنیتی در بیمارستان کوثر سنندج حضور پیدا کرده و از خانواده به تعهد کتبی گرفتند که حق اطلاع رسانی در این مورد و برگزاری مراسم را ندارند. این ماموران پدر آریان را تهدید کرده بودند اگر تعهد کتبی را امضا نکند جسد او به خانواده تحویل داده نخواهد شد و پدر آریان هم مجبور شده بود این تعهد را امضا کند. آریان خوشگوار دانش آموز سال سوم دبیرستان شهریار نمکی سنندج بود. پیشتر در آبان 98 در جریان برگزاری اعتراضات مردمی سنندج، یکی از بستگان آریان به نام زیبا خوشگوار به دلیل شلیک گاز اشکاور دچار مشکلات تنفسی شده بود و پس از 2 روز بستری شدن در بیمارستان جان خود را از دست داد. خانواده این شهروند آن زمان به دلیل تهدید نهادهای امنیتی علت مرگ وی را بیماری اعلام کردند. چرا تو کوچه خیابون ریختن سر این بچه گل به این روزش انداختن؟ چه اتفاقی تو بیمارستان افتاد؟ بیمارستان کوثر واقعا زنده موندن آریان ممکن نبود، تیر خورده بود، بعد ریختن سرش. جواب این سوالا رو از مادر آریان خوشگوار به برنامه صفحه آخر بشنوید. پسر من اصلا تیر نخورد. پسر من روز پنجشنبه بود 26 آبان سر کار بود. تا ساعت 5:30 من باهاش حرف زدم تلفنی. ای گفتم داری چی کار میکنی؟ گفت دارم میام به سمت خونه. مغازه باباش تو حاجی آباده. از تو مغازه باباش که در اومده بود شلوغ بود، نیومده بود بیرون تا شلوغی تموم بشه. وای ساده بود تا اینکه شلوغی تموم بشه اومده بود بیرون. مامورا دارم که دیده بود
مثل کسی که بگه من که با اینا من که کاری نکردم، اینا با هم کاری ندارن. راه خودشو میاد، از کوچه بالا که بیاد به سمت خونه 20 نفرن، 10 نفرن، نمیدون، یکی با قمه، یکی با چاقو، یکی با باتوم، هر یکیشون به یه جوری میزننش، انقدر میزنن با قمه، میزنه تو سرش یارو. با همین سمندای دولتی هستن، یه سریشون لباس فرم تنشونه، یه سریشون لباس شخصی هن، یه سریشون ماسک داره، یه سریشون ماسک نداره، همین جوری میندازنش، میرن دنبال یکی دیگه. یکی از همسایه ها وقتی میبینه کوچه خلوت شده میاد پسرمو میبره تو کشون، میبرنش بیمارستان. وقتی من رسیدم بیمارستان پسرم هوشیار بود، گفت مامان چرا اومدی؟ گفتم چی شده آریان؟ گفت زدنم. گفتم کی زدت؟ گفت مامورا زدن. گفتم گوشیت کجاست آریان؟ گفت بردنش. بعد اینا که اینا ازش عکس برداری کردن تو بیمارستان و دیگه آوردنش، آریان تشنج کرد، دوبار تشنج کرد و دیگه بیهوش شد. گفتن انقدر ضربه سرش انقدر سخت بوده، برای سر اون ضربه اینجوری تشنج کرده و بیهوش شده. انقدر خون ازش رفته بود، 2-3 ساعت این بچه ازش خون رفته بود، هیچی خون تو بدنش نمونده بود، با چاقو انگشتاشو بریده بودن، همه جای بدنش انقدر زده بودن، همه جاش کوفته و شکسته شده بود، حتی یه ناخونش سالم نبود. رفت تو کما، بیهوش شد و رفت تو کما آریان. بعد سه هفته و نیم بود یکم چشماشو باز کرد دیگه. بعد یه ماهی گذشت، گفتن باید این واسه غذاش، واسه تغذیهش یه لوله‌ای بذارن تو شکمش، تو رودش، واسه تغذیهش این بهتره. اول من مخالفت کردم و رضایت به عمل ندادم، ولی گفتن همین دکتر ماجدی بود، رئیس بیمارستان کوثر که رئیس آی سی او هم هست، به همون گفت این خوبه و واسه تغذیهش این بهتره و بذار یکم جون بگیره. پسر من 80 کیلو وزن داشت دیگه. اینا رو گفت هر وقت باشه این که فعلا به هوش نیومده واسه تغذیهش، باید همین کار رو بکنی، چرا دیگه از این بیشترم ازش بگذره. رضایت به عمل داد و بردمش تو اتاق عمل. البته بعد این که چشماشو باز کرد خواستیم از بیمارستانم ببریم یه جای دیگه انتقال بدیم، نذاشتن. گفتن همین رئیس بیمارستان گفت برید نامه حراست بیارید تا ترخیص کنیم. این رئیس بیمارستان که میگه نامه حراست بیارید تا ترخیص کنیم، دکتر آزاد ماجدی اصلا دکتر بیهوشیه؟ چه کار است که جواب تخصصی درباره حال عمومی بیمار میده به این پدر مادر بیمار؟ که چه عرض کنم، چرا میگه که چرا نمیذاره ببرنش بیمارستان؟ چرا میگه که برین نامه حراست بیارین؟ اصلا گماشته حکومت آزاد ماجدی، درست وسط جنبش انقلابی ژینا، 16 مهر ماه 1401، دولت همین سید قاتل رئیسی، آزاد ماجدی رو به سرپرستی بیمارستان کوثر گماشت موقت. هدف داشت دیگه. جناب آقای دکتر آزاد ماجدی، احتراماً با توجه به شایستگی، توانمندی و تجارب جناب عالی به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست مرکز پزشکی آموزشی و درمانی کوثر منصوب می شوید. امید است در راستای اهداف متعالی وزارت مطبوع و در نظر گرفتن منشور اخلاقی دانشگاه منشأ خدمات مفید و ارزشمندی باشید تا با رعایت کامل جوانب شرعی و قانونی و با مسئولیت خود وظایف محوله را به انجام برسانید. این از طریق دانشگاه علوم پزشکی جزء بیمارستان ها، یعنی بیمارستان زیر مجموعه وزارت بهداشت و دولت ابراهیم رئیسی است که میان 16 مهر آزاد ماجدی رو میکنن رئیس بیمارستان، دکتر بیهوشی رو، و نمیذاره
نمیذاره بچه رو ببرن جای دیگه از این وضعیت. حالا این شخص، همین دکتر ماجدی که بردن آریانو به بیمارستان دیگه دستور داره که نذاره انجام بشه، قراره چی کار بکنه با این بچه؟ بعد اون که بردنش اتاق عمل جراحی، این جراحی روده ژنبستومی رو دکتر فؤاد مجیدی براش انجام داد، نمیدونم به نام او ثبت شده بود، نمیدونم خودش انجام داده بود یا داده بود رزیدنت، اینا رو من نمیدونم. اصلا نمیدونم تو اتاق عمل با بچه من چی کار کردن. از اتاق خودشون میگفتن که این عمل عمل ساده ایه، بردنش اتاق عمل، آوردنش بیرون، اصلا شکل و شمایل پسرم یه جوری شده بود که انگار رفته بود همون شب اولی که کتک خورده بود. بردنش بعد اون همون شب ضربان قلبش خیلی بالا رفت. دیگه از اون به بعد پسرم هم تا دو هفته هر کی بهش بیدادن از اون لوله هم برگشتی داشت، تا جایی که کیسه بهش بست کرده بودم به رودش، به همون لوله که گذاشته بودم، خودشون بهش میگن ژنستومی. یه سر روزی 20 بار این پسر من مایه صفراوی استفراغ میکرد، هیچی هم غذا داخل شکمش نمیرفت، هیچی نمیگرفت، هرچی بهش میدادن پس میداد. همین دکتر ماجدی که رئیس آی سی او، رئیس بیمارستانم هست، گفتم چرا استفراغ میکنه، عکس شکم و لگن براش نوشت، گفتن صفراش سنگ داره، مال اینه استفراغش. استفراغش هیچ کار کاری نمی کردن براش، هی می گفتم باید خودش خوب بشه. رفتم از بیرون، رفتم پیش چند تا دکتر، دکتر آوردم، خودم رفتم مطب پیش این دکترها از بیرون، بهشون گفتم تو رو خدا بیای یه ویزیت آریان رو ببین، ببین این استفراغ ها برای چیه. دکتری اومده عکسش رو میبینه تو بیمارستان، میگه اصلا این استفراغ ها هیچ ربطی به صفرا نداره، صفراش اصلا حتی تو این حدم نیست که بخواد عمل بشه یا دردم ایجاد کنه. بعد اون دوباره بردنش، این دکتره که اینجوری گفت، دوباره عکس ازش گرفتن و بردنش اتاق عمل، گفتن لوله‌ای که براش گذاشتن خراب بوده و خراب گذاشته شده و مسدوده. بعد اون دو سه روزی یه سرم بهش بست کردن همونجا به رودش، اونم هی پس میداد، بعد از رودش ترشح داشت، تمام پوست تنش سوخته بود، هیچی هم نمی گرفت، حتی آب هم جذب بدنش نمی شد. دیگه نمیدونم از بی علمی خودشونه، از بی سوادی خودشونه، نمیدونم برای چی این کارو کردن با این بچه، نمیدونم به یه جایی وصلن، از یه جایی دستور میگیرن، عمدن اینجوریش کردن. منو این دیگه اینو نمیدونم، واقعا نمیدونم چی بگم. دیگه آخر سر به هم گفت، همین رئیس آی سی و دکتر ماجدی به هم گفت قلبش ضعیف شده و ببرش یه جایی. گفتم حالا میگی به هم ببرش یه جایی، حالا که دیگه اینقدر ضعیف شده، حالا دیگه میدونستن، همشون میدونستن که داره میمیره بچه من. به هزار بدبختی دکتر تو اون تعطیلات دکتر براش پیدا کردن تو تهران، بردمش به بیمارستان خصوصی تو تهران، بردمش اونجا، اصلا همشون میگفتن این لوله رو چرا گذاشتن واسه این بچه، این واسه آخرین مرحله تغذیه است. اصلا خودشون مونده بود در، میگفتن چرا اینو اینجوری گذاشتن، اصلا در آوردن لوله هم میگفتن هیچ کاری نداره، میگفتن همون الان میدونستن که این لوله ضرر داره واسه این بچه، میتونستن راحت در بیارن، چرا درش نیاوردن انقدر این بچه ضعیف شده. هیچ کاری دیگه، گفتن اصلا این توانه اصلا جراحی هم نداره. بازم آوردمش دوباره اینجا، دیدم که اینقدر حالش بده، هی آوردم بردمش تو بیمارستان کسر. همون شب دیگه ساعت 9:30 بود رسیدیم بیمارستان، ساعت 3:30 شب بود دیگه، زنگ زدن گفتن فوت کرده آریان. این پرونده ها کی میخواد رسیدگی بشه؟ این که فرمودن ایشون که تلفنی اطلاع دادن، چون دلت چینه که فقط اینو من توضیح بدم که مطلقا نمیذاشتن شب مادر تو بیمارستان بمونه، روزا هم ساعتهای معینی با اصرار زیاد میتونست پیش بچهش باشه.